اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. رضا شاه روحت شاد. در فیلم پرهزینه آن روزگار خوب آنقدر با دروغ نوشتند تا معنی معما را از اعتبار بیندازند. از جعبه صدا سیمای انقلاب، فیلمی به رنگ و وسعت یک شرم پرفریب در شیشه تماشا ریخت. مردی که اشکایش روزی که خانه پدری را بدرود گفت و رفت بر سینه های ما یک کوه جا گذاشت، حالا هم نام و هم خیالش در چشم های نسلی او را ندیده است پر رنگ و پر تجلی پیداست. و کودکی که پایکشان تا تخت و عرش آمد در لحظه های مردم جاری شد. تبعیدی عزیز بیا، ایران به یاد تو آواز می دهد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 10 ژانویه، 20 دی ماه، به شما سلام. یه مهمان عزیزی دارم که صداش زدی در مشهد جلوی مسجد گوهرشاد، جایی که بعد از کشف حجاب معلمان سید روح الله مصطفوی کشمیری ملقب به خمینی درگیر شدن با پادشاهی که سعادت ملتش رو میخواست. میخواست طبقه نسوان برابر مردان در زندگی مشارکت داشته باشن. بهبودی مینویسه عرق رو پیشونیش بود، داغ شده بود. نگاه کرد به من، مرد شرقی، مرد سنتگرایی که به خانواده اعتماد میزن. بهبودی میبینی همسر و دخترم رو باید بی حجاب بیارم بیرون، اما برای سعادت این مردم لازم. فریاد دیگر رو در قوم میشنویم به یاد محمد رضا شاه. در قوم، پایتخت آیات عظام، شکرفروش کبیر، صاحب کارخانه کاندوم، تمام آیات عظام هست. در خمین تصاویر خمینی و آقای خامنه‌ای آتش زده میشه، مرگ بر. اما هیچکی اسم نام بدی از شاه یاد نمی کنه. فرزندش رو صدا میزنن. یه چیز ساده بهتون بگم، خانم مریم رجوی بدو بدو اومد فکر کرد سفره انداختن یه لقمه بزنه، یه نفر اسمش رو نیورد، فقط وزیر اطلاعات و اینا منافقین منافقین. حتی جرأت نمی کنن بگن طرفداران رضا پهلوی، بلکه این سلطنت تبهای وابسته به آمریکا، عربستان، اسرائیل، آمریکا، همه رو کشتن وسط. اما مردم صادقانه تو ازنا، تو درود، تو عجبشیر، تو ارومیه، تو زاهدان، تو اهواز، تو اهواز فریاد زدن و شاهزاده رو صدا زدن. شاهزاده رضا پهلوی، به شما سلام میکنم و سپاسگزارم که در ایران فردا هست. سپاسگزارم از دعوت شما. شب شما بخیر، شب همیهنان گرامیان بخیر. شاهزاده، هیچ وقت خود شما حس میکردی اینقدر دوستت داشته باشن، اینقدر در دل این نسل جا داشته باشی، نسلی که روزگار پادشاه رو ندیدن، اغلب روزگار خمینی رو هم ندیدن، با شما از راه دور، از تلویزیون، از اینترنت میدونم باهاشون حرف میزنید، از این طریق آشنا بودم، ولی
خود شما عظمت و شکوه این جریان رو پیش بینی میکردیم؟ البته فکر کنم هممون تحت تاثیر قرار گرفتیم راستش رو بخوایم. ارتباط که داشتم برای سالها و خب این عاطفه و این علاقه و این ارتباط و این همسویی و همگنی خب بوده. فرقش اینه که خب رسانه‌ای شده و امروز به صورت بسیار واضح و ملموسی ابراز شده طرفدار همیهنانمون. ولی خب مایه بسیار دلگرمی و افتخار برای من هستش که بعد از 38 سال تلاش در جهت فقط و فقط آینده بهتری برای همیهنانم، این نسل امروز لااقل این ارزش رو قائل هست و این همه محبت و لطف دارن در حق من که واقعا من سپاسگزار از همشون هستم. روشنه این صداها مسئولیت شما رو الان سنگین‌تر کرده. یعنی شما الان در برابر مردمی هستید که این نسل جوانی که 60% جمعیت کشور ما رو تشکیل میدن شما رو صدا میزنن. این من داشتم حرفای آقای خامنه‌ای رو نگاه میکردم، دوباره همون بازی دشمن و آمریکا و میزنم و یک ذره تأمل نمیکنه چجوری آمریکا میتونه در شهر درود در ازنا یا اسرائیل یا عربستان بیاد به مردم بگه رضا پهلوی رو صدا بزنید. یعنی میخوام بگم اینقدر رژیم از مرحله پرته و واقعا شما در طول این چند روز با مصاحبه‌ای که کردین، با حضور در رسانه‌های بین‌المللی، این پیام مردم رو رسوندین. چون خیلی ها میخوان این رو هم بگن یه ماجرایی بود تموم میشه. شما چجوری حس میکنید شاهزاده؟ ادامه این ماجرا رو چگونه میبینید؟ بله، ببینید در ابتدای نکته هست که واقعا اهمیت بسیار کلیدی خواهد داشت در آینده سازی کشورمان و این رو واقعا به عنوان یک نکته کلیدی به تمام همیهنانم هم خواهم گوشزد بکنم. این درست است که در طول تاریخ نقش رهبری یا رهبران بسیار مهم بوده. این کاملا طبیعی است که خیلی کشورها بخوان کسی رو داشته باشن که بتونه اون حالت رسوندن حرفشون رو یا اسمش رو هرچی بذارین هدایت رو داشته باشه. به قول خودشون یک رهبر کاریزماتیک که مثلا بیاد ایکس و ایگرگ و زد رو انجام بده. اینا همه درست. اما من همیشه اعتقاد داشتم که ما بایستی آیندهمون رو بر مبنای سیستم محوری جستجو بکنیم، نه فردگرایی یا فرد تراشی. چون خیلی زود یک رهبر ملی ممکنه تبدیل به یک بوتی بشه که باز دوباره بیفتیم و گرفتار بوتشکنی بشیم. این تجربه رو ما در کشورمون داشتیم. من نمیدونم اکثریت مردم ایران در انتخابات آینده کشورمون در تشکیل یک نظام دموکراتیک سکولار پارلمانی کدوم شکل رو ترجیح خواهند داد. شما همیشه از من شنیدید در تمام این سالها که برای من شکل نظام مهم نیست، بلکه محتواشه که مهم هست برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی. و امروز درست هستش که صدای بسیاری از طرفداران نظام پادشاهی رو شنیدیم، اما این نباید به این مفهوم باشه که این تنها صداست. صدای جمهوری خواهان هم هست و ما امروز باید برای دموکراسی متحد باشیم و الزاماً سر شکل نظام امروز بحث نکنیم. موقعش خواهد رسید و این در واقع لیست نمایندگان مردم در مجلس مؤسسات که پس از فروپاشی نظام در یک زمان موقت اولین کارشون نگارش این قانون اساسی نوین خواهد بود و تمام این بحث‌های محتوا و شکل و غیر و ذالک اونجا مطرح خواهد شد و نهایتاً مردم ایران هستند که در اکثریت تصمیم خواهند گرفت که بالاخره شکل نهایی چه خواهد شد. اون موقع تکلیف همگی این جمله بنده روشن خواهد شد. اما نکته اینجاست که اکنون وظیفه من چیست به عنوان یک شخصیتی که فکر میکنم همیهنان بهش اعتماد میتونن بکنن، چون من هرگز نه انقلابی بودم نه عضوی از این نظام و میدونن که در تمام این سالها و میتونید چک بکنید حرف من همیشه همون بوده و متد مبارزه‌ای که پیشنهاد کردم همیشه همون بوده و امروز هم همچنان همون حرف رو میزنم، با این تفاوت که نقش رهبری تنها به یک فرد متکی نیست. هر کدوم یک نقشی داریم. به همون اندازه رهبر یک سندیکای کارگری رهبری باید بکنه که یک فعال مدنی در داخل تا یک رهبر دانشجویی و و و و هر کدوم یک نقش داریم. فقط یک رهبر نیست که بگیم تا این آدم کاری نکنه حرفی نزنه هیچ خبری دیگه نیست. نمونش این که تمام فعالیت‌هایی که تو همین هفته اخیر دیدیم من کوچکترین دخالتی درش نداشتم. این کار خود مردم بود، این برنامه‌ریزی و طراحی خود
فعالین بودن که در چهار گوشه مملکت حرکت کردن و این خیلی زیباست که نباید متکی و یا محتاج اون باشن. من در سطح کلانش، در بُعد استراتژیکش، هر چیزی که باشه که در جهت حمایت از نیروهای مبارز در داخل کشور، هماهنگی بین جریانات سیاسی سکولار دموکرات به هم در داخل هم در خارج و البته از لحاظ رایزنی بین المللی، فکر کنم اینجاست که بیشترین نقش رو باز ایفا بکنم که همطور که شاهدی دارم انجام میدم. شاهزاده عزیز، نظر پراتیک نکته‌ای رو که می‌خواستم گوشزد بکنم، چون آخرین فیلم هایی که امروز ایران به دستم رسید، چون امروز صبح مصاحبه با شبکه به اصطلاح خبرگزاری AP داشتم که نمیدونم دقیقاً کی پخش خواهد شد، ولی اشاره به این مسائل هم شد. از نظر اینکه به خصوص مسئله زندان اوین رو میخوام بهش اشاره بکنم و تظاهراتی که در اونجا بوده و شعارهای بسیار جالبی که همینان میدادن که نترسیم نترسیم همگی با هم هستیم، بسیار عالی. این بالاخره من شد ما، بعد از 40 سال من شده ما. این یک موقعیت بسیار کلیدی است و پیشنهاد من به دوستانی که در داخل به خصوص برنامه ریزی در جهت همین شعار دادن ها دارن انجام میدن این هستش که ببینید دنیا الان متوجه این مسئله شده، سعی بکنید به زبان خودشون براشون پیام بفرستید، نه فقط به فارسی، به انگلیسی بنر بنویسید که ببینن شما چی دارید میگین. این بسیار مؤثر و تاثیرگذار خواهد بود لااقل از نظر رسانه‌ای تر شدن در سطح بین المللی خواسته های شما و مطالبات شما. اینو خواستم از این فرصت استفاده کنم و گفته باشم. حتما شاهزاده عزیز، این من ما شده در ایران متاسفانه هنوز تو خارج نشده. شما بارها سعی کردید، بارها تلاش کردید و هدفتون این بوده که من خودم اینو به شما گفتم که متاسفانه بعضیا فکر میکنن چون شما وارد اتاق میشین باید بلند شن. این به هر حال یه سنت احترام گذاشتن به یه فردیست که آقا نمیتونیم که دیگه شاهزادگی رو ازش بگیریم دیگه. من بعضیا به شما میگن آقا رضا پهلوی، من میام آقا جان شما مخالف سلطنت، ولی شما به شازده کورای قاجار هنوز میگی شازده، ولی به ایشون حاضر نیستی بگی شاهزاد. حالا مخالفی موافقی ندارم، ولی شما که وارد اتاق میشی طبیعتا نگاه ها متوجه شماست. من با خود شما در چند نشست بودم، از جمله در نشستی در آمریکا در میدل ایست اینستیتوت یا در کارنگی در جاهای دیگه. من طبیعتاً دم وقتی شما وارد میشه آمریکایی هم بلند میشه. حالا این مشکل به نظرم الان میشه حلش کرد، برای اینکه همگان شنیدن مردم کیو میخوان یا راجع به کی حرف میزنن. تاج سرش نذاشتن اما صداش زدن، یعنی میونه این همه جمع او رو به خودشون نزدیکتر دیدن. جوانتره، همه ما داریم پیر میشیم، او جوانتر از ماست، به سه زبون مسلطه، ارتباطات بین المللی داره، میتونه پیام رو منتقل کنه. حداقل مردم میخوان در این مرحله شما رهبری رو داشته باشه. حالا سوال من اینه، آیا شاهزاده زمان آن نرسیده که یک بار دیگه شما این فداکاری رو بکنی، صدا بزنی؟ آدمایی که به هر حال در یه جایگاهی قرار دارن، فکر میکنن مؤثرن یا نقشی دارن، باز اینا رو گرد هم جمع بکنی. این تنها از شما برمیاد، هر کی دیگه بخواد پا بذاره جلو ناقصه چون شاهزاده توش نیست. ولی شما اگر این کارو بکنین، من گمان میکنم الان دیگه مثل این که دوریالی همه افتاده و این خیلی به نظر من مهم. البته خب من مدام در ارتباط هستم با اکثر جریانات سیاسی و حزبی و ایدئولوژیک چه برون مرز چه درون مرز و فکر میکنم خود این افراد امروز و گروه ها متوجه شدن که جامعه کشورمون محتاج این هستش که این بدیل سیاسی رو در یک گسترده هرچی پهناورتر تمام نیروهای سکولار مملکت ببینن و این مسئله محدود نباشه. و الان اون اتحادی که سالهاست من براش فعالیت کردم، همطور که میبینید امروز جا داره که تمام این نیروها در سازندگی ایران آینده، در آوردن بالاخره آنچه که خواسته دیرینه مردم ایران هست، در خودگردانی و دموکراسی و مشارکت کامل در ابعاد سیاسی کشور، الان موقعشه. ما یک حکومت مذهبی توتالیتر دیکتاتور داریم که نتیجهش بعد از 40 سال برای همه مشهوده، یعنی هیچ بحثی نیست. اما ضمناً باید بپذیریم که قواعد بازی دموکراتیک یعنی رعایت پروسسوس دموکراتیک، یعنی نهایتاً صندوق رأی تعیین کننده است و خواست اکثریت، ضمن حفظ حقوق تمام شهروندان کشور. و این در واقع یک برخورد و یک نگاه
دموکراسی واقعی است. من اصلا نگران اختلاف سلیقه ها و عقاید نیستم. اتفاقا سالمه که همچین جامعه‌ای درش اختلاف نظر و سلیقه باشه. من معتقد هستم که هیچ جامعه‌ای بدون اینکه چالش بهش بشه و فکر بکنه و بحث بکنه و در نتیجه این بحث‌ها ایده های بهتری در واقع روی میز بیاد که به نفع جامعه باشه، بسیار کار خوبی است. مهم امروز وحدت کلاممون هست در مقابل پایان دادن به این حکومت. من فکر نمی کنم کسی مونده باشه در کشورمون مگر یک منافع خاصی دارن در حفظ این نظام، که همچنان باورمند هستم که این نظام قابل اصلاح هست یا هرگز از این مخمصه در خواهند اومد تا زمان که این رژیم سر کار هست. این بحثی که به نظر من کاملا روشن شده. اما تمام کسانی که تمام این سالها مدعی رهبران فکری یا سیاسی عقیدتی هستن میدانن که امروز این مسئولیت به گردن همگی آنها هست، من جمله شخص بنده، که چه کاری میتونیم بکنیم برای کشورمون که سریع‌ترین راه باشه برای رسیدن به اون آزادی، و چه برخوردی داریم با همیهنانمون در کف خیابون، چه راهکاری رو پیدا میکنیم که نیروهای سازندگی مملکت از همکنون برنامه ریزی بکنن برای 50 سال آینده مملکت. چه مسئولیت رو امروز جامعه متفکر کشورمون داره، اندیشمندانمون دارن، دانشگاهیانمون دارن و دیگران در این مبارزه. حتما شما نباستی عضو یک تشکیلات یا سازمان سیاسی باشید تا کار سیاسی بکنید، و این مسئله بسیار امروز مهم هست. جامعه راه میخواد، هدایت میخواد، هدف باید داشته باشه. اینم یک نفر به تنهایی نمیتونه انجام بده. بنابراین باستی همگی ما امروز همت بکنیم و از این فرصت طلایی و حتی بگم سرنوشت ساز نه تنها برای کشورمون بلکه برای تمام منطقه استفاده بکنیم. بسیار نگرانی های شدید من دارم اگر ما این فرصت رو از دست بدیم. یک، به خاطر اینکه واقعا جرم خواهد بود اگر یک نسل دیگه تو مملکت بخواد باز دوباره فنا بشه، که امروز تو خیابونا هستن و تا پای جانشون دارن مبارزه میکنن. این یک. دو، مسائل سیاسی به کنار، عدم مدیریت این حکومت در مورد مسائلی مثل مسائل بحران آب تو کشورمون با بزرگترین خطر برای مملکتمون امروز هست. ما که تا 20 سال دیگه نتونیم کار سریع رو که از همکنون واسه انجام بدیم، سورس جمعیت کشورمون به ناچار بس مملکت رو ترک بکنه، چون ما حتی آب نخواهیم داشت. هرچه سریع تر برسیم به یک مدیریت سالم، شفاف، دلسوز منافع ملی و نه مصلحت نظام، ما میتونیم مملکتمون رو خیلی سریع دوباره بسازیم. من هیچ نگرانی از اون بابت ندارم. تا بخواهیم ما کارشناس داریم هم داخل هم در خارج که تمام این مسائل رو میتونن برنامه ریزی بکنن و خیلی سریع چرخ اقتصادی مملکت دوباره رو غلطک بیفته. ما فقط بایستی همچین نظام پوسیده و مافیایی رو ازش خلاص بشیم، چون هرگز درآمد مملکت هزینه مردم نخواهد شد. مردم گرسنه، نه جنگ در سوریه، نه حمایت از لشکر خودشون برای انگولک و انگشت‌گذاری در دخالت کردن تو کار همسایگان، این خیلی مشخصه. دنیا هم داره اینو میفهمه. بنابراین به نظر من راه بسیار مشخص است، هدف بسیار مشخص است، تقسیم کار بسیار ضروری است، دیالوگ هرچی وسیع‌تر، هرچی سریع‌تر و یک اتمام حجت نهایی و مجدد. مطمئن باشید من صحنه خودم رو ایفا خواهم کرد، ولی به قول معروف میگن یک دست صدا ندارد. مایی که میگفتن یک مور در تمام سطوح هست و امروز صدای همیهنانمون واضحاً این توقع و انتظار رو از خودشون، از امثال من و شما و دیگران دارن که همگی بتوانیم در این راه قدم‌های درست و با توجه به اولویت‌ها بدانیم که هدف اصلی کدوم هست و نگذاریم که این نظام باز دوباره بخواد شکاف بندازه، که دستگاه اطلاعاتی امنیتی و ارتش سایبریس باز دوباره بیاد افراد رو به جون همدیگه بیاره، یا شروع کنه هزار جور شایعه پراکنی برای پراکنده کردن تمرکز فکرمون رو آنچه که باز انجام بشه. بنابراین همگی باز هوشیار باشیم، گول این بازی ها رو نخوریم، بدونیم به کجا میخوایم بریم و رو همدیگه اتکا بکنیم. شاهزاده عزیز، چند تا پیامک کوتاه، چون من اعلام کردم اینا اومد، و یک پیام یکم مفصلتر. پیام مفصلتر از یک سردار سپاه پاسدارانه که از زمان انتخابات با ما ارتباط برقرار کرد و ما باهاش در تماس هستیم، و یکی از انسانهای وطن پرسته، در جنگ هم زخمی شده
و این پیامی داد، گفت خواهش میکنم این رو به اطلاع شاهزاده برسون. تو پیامش اشاره میکنه که حالا خیلی مفصل من کوتاه میخونم، اشاره میکنه به شاهزاده بگویید ما پاسدارها هم میدانیم چه ظلمی به ملت ایران شده و اغلب به دست ما، ولی به ایشان بگویید ایشان را میشناسیم. یک بار در یک مصاحبه ای اشک از چشمانشان آمد. قلب من اصلا حالتی گرفت که نمیدانستم چجوری خودم را جمع و جور کنم. ولی به ایشان بگویید در سپاه پاسداران هم روز به روز محبوبیت ایشان بیشتر می شود. ما هم دلمان می خواهیم وقتی این لباس نظامی را می پوشیم همانطور مرتب مثل زمان شاه باشیم. وقتی رژه می رویم همه افتخار کنند که چنین نیروی نظامی را دارند. آب و جارو می کنیم. منتظر می مانیم تا روزی که شاهزاده به کشورش و به آغوش هم میهنانش بازگردد. مطمئن باشید ما بچه های سپاه در جلوی ایشان خواهیم بود، چون ما معنای وطن و وطن پرستی را می دانیم. 8 سال در جنگ با عراق از جان مایه گذاشتیم و امروز بسیاری از پاسداران، بسیاری از آنها که مردم دشمن می دارند، در سخت‌ترین شرایط زندگی با دست و پنجه نرم می کنند و مجبورند 2 تا 3 تا کار داشته باشند تا بتوانند خانواده خود را اداره کنند. این یکی بود. یک روحانی نوشته باز برای شما که صحبت کردم، یعنی فهمید، این روحانی هم نوشته که خدا بیامرزد محمد رضا شاه را، در زمان او چقدر و اعتباری داشتیم. من میدانم شاهزاده مسلمان است، اعتقاد دارد، میدانم با خدایش راز و نیاز میکند. به او بگویید مرتب دعایش میکنیم، نه فقط من، بسیاری از طلبه ها، بسیاری از روحانیونی که گذشته را به یاد می آورند. افسرده و غمگینند. اغلب در کنج خانه نشستند چون نمی خواهند بین این اوباشی که عمامه بر سر دارند جایی داشته باشند. و سرانجام یک پسر 16 ساله گفته به شاهزاده بگویید وقتی نگاهش می کنم آرزو می کنم یک روزی او به نام کشورم سخن بگوید. و وقتی حرفای اینها را می شنوم، وقتی احمدی نژاد از سازمان ملل صحبت میکرد من خیلی کوچک بودم ولی احساس خجالت میکردم. وقتی شاهزاده حرف میزند احساس افتخار میکنم. عجب قشنگ حرف میزند. ماشاءالله. خدا حفظش کنه. امید. و این رو هم این چند حالا پیامای بیشتری داریم ولی میخوام بگم حالت اینجوری شاهزاده، یعنی از اون سپاهی بگیرید تا روحانی، تا بسیاری از روحانیون رو من میشناسم و اینا واقعا روزگار گذشته رو با حسرت به یاد میارن، به خصوص اونایشون که با این رژیم کاری ندارن تو خونه نشستن. من دلم میخواد شما از این فرصت استفاده کنیم، واقعا برای سپاه، برای روحانیون، برای جوانان ایران، کودکان ایران چه پیامی دارید بهشون که امید رو در دلشون زنده کنه؟ حتما. دوستان میدونید که من فکر کنم 2 یا 3 روز پیش یک پیامی خطاب به نیروهای انتظامی کشور فرستادم دقیقا روی این نکته. بر اساس آشتی ملی و عفو عمومی بنا بکنیم. در تاریخ دیده شده که حکومت‌های توتالیتر دستوراتی دادن به نیروهای انتظامی در جهت سرکوب جامعه یا چیزهای از این قبیل. و من خیلی فرق میذارم به کسی که مجبور هست به اجرای یک دستور تا آن کسی که دستور دهنده هستش. من مطمئن هستم که اکثر هممیهنانمون کوچکترین نفاقی یا دشمنی یا کینه‌ای ندارن، چنانچه بدانن که نیروهای انتظامی در آغوش جامعه برخواهند گشت و عامل سرکوب این حکومت بر مردم نخواهند بود و این یک فرصتی است برای ملحق شدن نظامیان، پاسداران، بسیجی ها به هممیهنانمون. گیرم که همین 2-3 روز اخیر اطلاعات متعددی بود در جاهای مختلف کشور که جوانای بسیجی کارتای خودشون رو سوزوندن و به صف معترضین پیوستن. شروع این فروپاشی نظام مشهود هست و اینجاست که بایستی مجدداً تأکید بکنم و تکرار میکنم که در آینده پس از این نظام جا برای تمام این عزیزان خواهد بود، البته به شرط اینکه همین امروز تکلیف خودشون رو با این حکومت و مردم مشخص بکنن.
و مطمئن باشند که در آینده کشور سهم خودشون رو در خدمت مملکت خواهند داشت. این بسیار مسئله مهمی است، به خصوص باز تکرار میکنم روی سخنم به همین دوستانمون هست در سپاه یا جاهای دیگر که این رو همیهنان بی‌دفاع از شما انتظار دارند که کاری بکنید که نظام مجبور شه به فرار، و نه اینکه فکر کنه که شما اونجا این کار رو به خاطر خواسته اونها انجام خواهید داد. و همین الان میتونید هزینه این تغییر رو بر همیهنانتون بسیار کمتر بکنید با ملحق کردن خودتون به اونها. در ارتباط با آن روحانی، من به آینده‌ای فکر میکنم که در کشور ما تضمین حقوق بشری هر ایرانی در قالب قانون اساسی کشورمون که مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از ارکانش آزادی مذهب هست، هر مذهبی و کوچکترین تبعیضی به خاطر تیره یا زبان یا قومیت یا مذهبی که داریم تو کشور ما نباشه. یک کشوری که قرنها از آذری و کرد و بلوچ و قشقایی و ترکمن و نمیخوام کسی رو جا بندازم دارم مثال میزنم، یا ادیان مختلف تو کشور ما همزیستی داشتیم. آینده ایران واسه تضمینی باشه برای هر ایرانی، هر کسی که در خطه ایران هست و تمام ایران بهش تعلق داره، کاملا احساس برابری بکنه مقابل قانون. هیچ کسی نباید در موردش تبعیضی بشه، به خصوص در بعد مذهبیش میگم. و اینجاست و دلیل اصلی که من مدافع یک نظام سکولار هستم از نظر این نظام دموکراتیک، چون سکولار مسئله تاکید بر جدایی دین هست از حکومت، یعنی غالب نبودن یک ایدولوژی مذهبی یا هر ایدولوژی دیگری و سایر ایدولوژی ها که تنها میتونه تضمین یک در واقع تبعیض باشه و نه عکسش. تضمین برابری در مقابل قانون زمانی است که هیچ ایدولوژی برتر نیست، تمام ایدولوژی ها آزاد هستند. اینو دیگه من به عنوان یک نمونه در تمام جهان میبینم که چرا کشورهایی که از همه پیشرفته تر و آزادتر هستند این هم درش هست. و این مهم هستش که همگی بفهمیم، کاری ندارم که اکثریت جامعه کدوم مذهب رو داره یا نداره، ما هرگز نباید مذهب رسمی داشته باشیم، باید تمام مذاهب در کشور ما آزاد باشه. ما باید بتونیم اجازه بدیم که حتی یک کسی که این نظام تحملش رو نمی‌کنه، تازه مسلمونه، حالا سنیه، نمیتونه حتی مسجد خودش رو بسازه. آیا این واقعا منطقی است؟ ببینید چه وضعیتی الان در کردستان هست، ببینید چه وضعی الان در بلوچستان هست. ما همه این رو خوب میدانیم، ما همه میدانیم که وجبی از مملکت ما کم بشه برای من لااقل اون کشور دیگه ایران نیست. آذربایجان متعلق به آذربایجان ها نیست، متعلق به بلوچستان و کردستان و خراسان هم هست. کردستان فقط متعلق به کردها نیست، متعلق به آذری و خراسانی است. بلوچستان فقط متعلق به بلوچها نیست، به تمام ایرانیان هست. شاهزاده عزیزم، این نکته خیلی جالب بود. در طول این تظاهرات تا امروز که ما دیدیم، در مناطقی که اقوام ایرانی زندگی میکنن، اقلیت‌های مذهبی هستند، ما یک شعار جدایی نشنیدیم. این خیلی جالب بود. عرب‌های ایران در اهواز تظاهرات کنن، شما را صدا بزنن، یک شعار جدایی ندن. بلوچ‌های ما، بچه‌های بلوچ رو برده بودن، من دیروز پخش کردم که برن مرگ بر آمریکا و اینا بگن، بلافاصله تبدیل شد بر مرگ بر خامنه‌ای. یعنی بچه 7-8 ساله بلوچ میدونه دردش کجاست، تو بیابون نشسته رو علف داره درس میخونه، معلم بلوچ زحمت کشیده و زجیده. عرب های ایران تو خوزستان منطقه نفخیز بیکارن، کسایی که با جونشون جلوی صدام ایستادن، مزرعه هاشون نخلستان هاشون خراب شد و این رژیم نالایق اومد با این سدهای علکی که ساختن رود کارون رو شورابه کردن و تمام نخلستان ها بیرن. من خیلی برام جالب بود، برای خودم درسی بود که ایرانی ها، این که میگن ایرانی ها همه جای ایران سرای من است، واقعا با هم بودن. کردها شعارشون فرقی با خراسانی، با آذربایجانی، با عرب ایرانی، با بلوچ، با ساکنان جزایر، با مناطق مختلف نمیکرد. و این اطمینان خاطر رو که شما دارید به نظر من خیلی مهمه که همه ایرانی ها بدونن در ایران آینده مذهب
و قومیت به هیچ وجه نشان تمایزی نیست. و من میخوام سوال کنم شاهزاده عزیزم، در اون ایرانی که شما در پیش چشم دارید، حتما یه ایرانی سنی یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی یا هر دین دیگری میتونه رئیس جمهور بشه یا پادشاه میتونه نخست وزیرش کنه اگه نظام پادشاهی بود؟ یعنی تمایز و تبعیضی وجود نخواهد داشت؟ مذهب رسمی همونطور که گفتین در ایران وجود نخواهد. اصلا اگر کمتر از این ضمانت حقوقیش در کشور نباشه، من ایرانی حاضر نخواهم بود تو چنین مملکتی و تحت چنین نظامی زندگی بکنم. این ضمانت در برابری و حقوق اساسی جامعه بایستی ضامن اصلیش حکومت قانون باشه و این برمیگرده به همون قانون اساسی که صحبتشو میکردم. متعه وظیفه ملی همگی ما هست که خواسته ملی همگیمون رو بیان بکنه، حقوق همگی رو در نظر بگیره، نه حقوق فقط یک بخش خاص یا یک جریان خاص. در زمان مشروطه، زمان انقلاب مشروطه، شرایط ایران بسیار متفاوت بود، اما ما الان کشوری داریم که از خیلی لحاظ تجربیات بسیار مهمی رو تجربه کردن و آمادگی کامل به نظر من نسل امروز این رو واضحاً به من ثابت کرده که به همچین آینده‌ای برسیم. ولی این یه همتیست و حواسمون باشه. باز تاکید میکنم تمام این قالها رو خود این رژیم داره چاق میکنه که اگه ما بریم ایران سوریه میشه، یا نمیدونم حمله نظامی خواهد شد، یا قضیه ترک و فارس باز دوباره راه انداختن. اینا همه زیر سر خود این رژیمه. گول نخوریم مردم. اینی که هی میگم نمیدونم فاشیسم پارس و اینا، نمیدونم منظورشون چیه. میدونید که من لااقل نصف خون خودم و بچه‌هام آذریه. بله اشاره کنید پدر بزرگم شاهزاده اینجوری، مادر آذریه، در این اهل آذربایجان بود و البته شمالی هستم از طرف پدر بزرگم رضا شاه کبیر از منطقه سوادکوه و عرشبت که مادرم که گیلک بودم. بنابراین اصلا برای من مسئله‌ای که اینها به وجود آوردن اصلا نبود. واقعا من یادم میاد بچه بودیم دیگه، جوان بودم، یادتونه تیم ملی ایران میومد ورزشگاه مسابقه داشتیم، همه جور بازیکن تو تیم ملیمون بود، توشون کلیمی بود، زرتشتی بود، هر شبت که مسیحی بود، مسلمون بود، یکی از خوزستان بود، یکی از شمال بود، از چهارگوشه مملکت. این بود ملت ایران، همگی ما با هم بودیم و این آینده ایست که ایران میتونه دوباره داشته باشه، ولی خیلی فراتر و خیلی بهتر حتی از آنچه که داشتیم. نسل ما و نسل امروز بایستی مرحله نهایی که باز طی میشد در ادامه انقلاب مشروطه و خواستای مردم از نظر لیبرالیزم کامل سیاسی و مشت کامل مردم در مسائل سیاسی کشورشون، اکنون این با این نسل امروز و آینده خواهد بود که در واقع رشد تکاملی این کار رو به عهده بگیرن و من مطمئن هستم که این بار پایه ها رو درست خواهیم چید که هرگز و هرگز دوچار بنبست و یا انحراف از این هدف مقدس هیچ کدوم ما نشیم و مملکت ما واقعا یه مملکتی باشه نه تنها با ثبات و امنیت و فرصت بهزیستی برای تمام شهروندانش، بلکه نمونه خواهد بود و الگوی خواهد بود برای جهان و الان خصوص منطقه خودمون. شاهزاده عزیزم یه درنگ کوتاهی میکنیم، بعد ادامهش رو راجع به مسئله جهانی، مواضع جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای با هم صحبت کنیم. ولی یه نکته میخوام بگم، شما 16-17 سال بوده از ایران اومدی، فارسی رو چقدر خوب یاد گرفتی شما. شما وقتی حرف میزنی میگم این آخونده بیان پیش شما فارسی یاد بگیرن. به حرف زدن آقای خامنه ای رو مقایسه میگم دیروز با حرفایی که شما زدید، یک کشور خرپول عرب پول این تظاهرات داد. آقا مجسم کنید، ولی فقیه، ولی امر مسلمانان جهان، نایب امام زمانی حرف زدنشه. یا در مورد مقامات آمریکایی چه جوری حرف زدن. واقعا لازم شما در کنار هر کاری یک کلاس درس بذاری، به اینا فارسی درس بدی. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. با درود دوباره. مصاحبه جالبی بود، بریم بقیه هم بشتر. شاهزاده عزیز شما در طول این چند روز با سعی کردید با جوامع بین‌المللی در تماس باشید. به نظر شما این تعلل اروپا ناشی از چیست؟ حالا از یه طرف آقای مکرون مثلا یا وزیر خارجه بریتانیا حرفایی میزنن، ولی یه طرف دیگه میبینیم در
مجمع عمومی سازمان ملل در شورای امنیت میبینیم که چنان موضع میگیرن جلوی آمریکا که آدم میبینه موضع خیلی نزدیک به روس خواست. کی فکر میکنید این اروپایی هم یه خود دست از نفاق برداره؟ یک زمانی میرسه که محاسبات درازمدت منافع استراتژیکی خودشون رو فراتر از منافع آنی مالیشون، به خصوص اگر بدانن که مردم ایران فراموش نخواهند کرد که در چنین دورانی که محتاج حمایت بین‌المللی هستند کدوم کشور هواشون رو داشته و کدوم کشور بی‌اعتنایی کرده. بنابراین من همیشه به همیهنانم گفتم، باز هم تکرار میکنم، که ما فقط و فقط بایستی متکی به خواست و اراده خودمون باشیم، به امید این یا آن نشینیم. ولی البته من تمام تلاشم رو میکنم که این کشورها رو وادار بکنم به این که این رو درک بکنن که امروز دیگه نمیتوانند مسئله نقض حقوق بشری که در ایران هست رو تقدم بهش ندهن به منافع اقتصادیشون. یک روزی بسیار هزینه بیشتری رو خواهند پرداخت در عدم انجام این کار تا هر منفعتی که تو این کار در حال حاضر ممکنه ببرن. اون دیگه به عهده خودشون و وجدان خودشون خواهد بود. ولی ملت ایران کاملا حق خواهند داشت که فردا برگردن و به فرانسه یا به آلمان یا به انگلیس یا هر کشور دیگری بگن که کجا بودید شما وقتی ما از شما میخواستیم که بیاید از حق و حقوق ما دفاع کنیم. ما نه از شما خواستیم دخالت بکنیم، نه از شما خواستیم که جنگ برای ما بکنید. ما خودمون اینجا بهترین لشکر هستیم و داریم کشته هامون هم میدیم برای آزادی خودمون. اما با کی هستید؟ با ما هستید یا با اینا؟ تکلیفتون رو مشخص بکنید. و هر چقدر بیشتر این رو همیانمون گوشزد بکنن، بالاخره اینا وادار خواهند بود به جواب دادن و خواهند داد. نمونه‌اش اینه که بعضی کشورها بیشتر دارن جواب میدن. همین امریکا، لااقل میخوام بگم که ریاست جمهوری کنونی امریکا این مسئله رو به نظر من کاملا درک کرده. البته مسئله فقط محدود به شخص دونالد ترامپ نیستش. من فردا جلساتی خواهم داشت در کنگره امریکا با ملاقات با سناتورها و بعضی نمایندگان مجلس در ارتباط کارهای مشخصی که میتونن در جهت ساده تر کردن کار برای مردم از لحاظ تحریم هایی که بایستی در بعضی موارد تغییراتی در شکل بگیره یا فشارهای بیشتری که بتونه رو نظام بیاد باشون داریم صحبت میکنیم و اثری که میتونه به شکل اخص کار رو بر رژیم مشکل تر بکنه و فشار رو از رو مردم کمتر. جزئیات زیادی است که فرصت وارد شدنش نیست، ولی خب مدام فکر کنم مسئله از این گذشته که خب فقط بیان یک جواب سوری بدن به اینکه خب بله مردم ایران حق دارن که اعتراض بکنن یا چه و چه و چه. من دیروز در این مصاحبه‌ای که با یکی از کانال‌های شبکه i24 بود در بخش فرانسویش از من سوال شد که خب شما نظرتون راجع به این حرفی که رئیس جمهور فرانسه زده بود در ادامه دیالوگ با روحانی چی بود؟ که من داشت گفتم ما هرگز نمیگیم دیالوگ نداشته باشید، ولی خیلی بیشتر توقع داریم از یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان که فرانسه باشه، که شما خیلی فراتر از این بایستی متوجه باشید که دیالوگ با نیروهای دموکراتیک اگه مهمتر نباشه کمتر مهم نیست از کشورهایی که تو این 40 سال فقط و فقط دیالوگتون با این حکومت بود و نمایندگانشون که در اصل حکومت اشغالگر هستش. ما وطنمون رو پس خواهیم گرفت از این اشغالگران. شما اگه میخواین میتونین هزینه رو بر ما کمتر بکنید اگه از ما حمایت بکنید، ولی ما منتظر حمایت شما نمیشیم. ما کار خودمون رو خواهیم کرد. زده گرامی، تمام کشورهای منطقه منهای حالا سوریه یا بخشی در عراق کلافن از دست رژیم. یعنی شما در لبنان کافی شما به تلویزیونهای غیر تلویزیون حزب الله و اونایی که حالا یه جوری هوای رژیم رو دارن، میادین و غیره، نگاه کنید. از صبح تا شب بحثایی که هست سایه شوم و سنگین جمهوری اسلامی در این کشوره. همین حزب الله که فلج کرده مردمو، کابینه فلجه، مجلس فلجه. بعد شما میرید در بحره، یه کشوری که بهترین روابط ما رو داشت با کار عاقلانه‌ای که پادشاه کرد اون وقت و چقدر به ما نزدیک بود و چه نفوذی داشتیم. امروز به خاطر اینکه این رژیم از 4 تا مثل خودش حمایت میکنه، باید بحرین این موازو داشته باشه. اون طرفتر شما یمن
در زمان شاه فقید، چون خود من تو این کار دست داشتم میدونم، بچه های یمنی جوونا اومدن در ایران در چیز رادیو تلویزیون، همون به اصطلاح مثل دانشکده رادیو تلویزیون، آموزش دیدن، مدرسه عالی اومدن آموزش دیدن، فیلم یاد گرفتن، کاتینگ و نمیدونم ادیتینگ و گویندگی. 170 تا بچه برگشتن. زندیاد محمود جعفریان در خدمتش بودم، رفتیم به یمن. الحمدی رئیس جمهوری اومد استقبال معاون تلویزیون ایران و ایران در یمن بیمارستان ساخت. اون گذشته تاریخی ما را از زمان وحرز جستجو کردن، چه احترام ایرانی داشت. امروز تو یمن ما چی کار میکنیم؟ موشک میدیم که بزنن، اونم سعودی با پاتریوت بزنه، هیچی. و ملت یمنی ها داغون بشه به خاطر مداخله جمهوری اسلامی. خب من میخوام از شما سوال کنم، از نگاه شما جایگاه ایران در منطقه بعد از دفع شر و رفتن این فتنه، جایگاه ایران رو چجوری بهش نگاه میکنید؟ چه موازهی ما باید با همسایگانمون داشته باشیم؟ چه روابطی داشته باشیم؟ کسی دیروز به من گفت میدونی چرا آمریکایی‌ها شاه رو زدن؟ از دوستان عراقی. گفتم نه. گفت یکی از شروطشون بود که شاه با صدام بجنگه و ایشون گفت من قرارداد امضا کردم، احترام میذارم به قرارداد. حالا منظورم اینه، چه نگاهی شما دارید به منطقه؟ ایران یک کشوری است که واقعا کلید ثبات منطقه به دست کشورمون هست. عملا ثابت شد ثباتی که منطقه قبل از انقلاب داشت کاملا مشهود بود. از زمان روی کار اومدن این رژیم کل منطقه به هم ریخت و فراتر از اون دنیا، صرفا به خاطر یک نظام اشغالگری که تنها فلسفهش صدور یک ایدولوژی و ایجاد خلافت شیعه به رهبری یک ولی فقیه، نه فقط در ایران بلکه فراتر، و همین حکومت بود. وقتی که جنگ به مرحله‌ای رسیده بود که پس از باز پسگیری خاک اشغال شدمون، همون سال اول نرسیده به سال دوم که صدام حسین و قطعنامه سازمان ملل برای اعلام آتش‌بس و پرداخت خسارت جنگی به ایران حاضر شده بودند، خمینی قبول نکرد، گفت نه، جنگ تا پیروزی و فتح قدس از طریق کربلا. چرا؟ چون نمیخواست ارتشی ها برگردن به شهر، نمیخواست جوان های مملکت بگن چی شد که یهو بیکاری شروع شد تو مملکت. ما قبل از انقلاب بیش از 4 میلیون، اگه اشتباه نکنم، نه شاید 1 میلیون کارگر خارجی باشیم که در ایران کار میکرد. 6 ماه نگذشته بود بعد از انقلاب که 4 میلیون نفر بیکار شده بودن. خب اینا رو فکر کنم تمام آمار و ارقام و دوستان دارن و میتونن بررسی بکنن، ولی موضوع اینجاست که هزینه جنگ برای آقای خمینی کمتر از هزینه صلح بود. جواب مردم رو چی بده؟ جواب این جوانا رو چی بده؟ 8 سال جنگ که در نتیجهش خدا میدونه چقدر ایرونی جا به جا شد، چقدر شهرهای ما بیشتر خراب شدن، چقدر شیمیایی، چقدر گرفتاری که به اونها حتی نمیرسن. شما الان ببینید تمام جانبازان وضعشون چیه. به جای که بیان به اینا برسن، هزینه میکنن که برن تو سوریه بچه های سوریه رو بکشن به خرج مردم ایران که حتی بانک الان توشون اعتبارشون سر جاش نیست. چی بگیم والا؟ اینو همه میدونن. اما در پاسخ سوالتون، ما بایستی یک فکر عمیقی بکنیم و از این بازی های ناسیونالیزم کورکورانه که همیشه مسئله یه عرشبت که عرب و عجم و این حرف رو پیش میکشید، یه ذره بالغتر و واقع بینانه تر نگاه بکنیم. شما الان میبینید در کشورهایی که سابق با هم جنگ در واقع واقعا جدی داشتن، در همین اروپا، بله، الان ببینید اتحاد اروپا چه به چه شکلی است، بین فرانسوی و آلمانی، بین انگلیسی و فرانسوی. چرا؟ چون میبینن به نفع منافع مشترکشون هست که مثلا بازار مشترک داشته باشن یا قراردادهای نظامی و اطلاعاتی داشته باشن، به جای که هزینه تسلیحاتی بکنن
هزینه عمرانی و یا بهبود جامعه بکنن. چرا ما این وضع تو منطقه خودمون نداشته باشیم؟ چرا باید بیان مشکل آب رو حل بکنیم که فقط در ایران، یمن هم هستش، در عربستان سعودی هم هستش، همه جا؟ چرا نیاییم و یک بازار مشترک خودمون رو داشته باشیم؟ چرا نیاییم و یک پوشش نظامی و همکاری برای دفاع کل منطقه بکنیم که هزینه به هر کدوم از این ممالک کمتر بشه و نهایتا هزینه مردم بشه به جاش؟ اینا کارهایی است که باید در نظر بگیریم. این فکر میکنم یه انتظار معقولی است که میتونیم از خودمون و دیگران داشته باشیم. و تا اونجایی که من میدونم، صحبتایی که من داشتم نه تنها با شهروندان این کشورها، چه عرب سعودی باشه، چه مصری باشه، چه عربی که از امارات متحده باشه یا بحرین یا غیرزالک، حتی فرض کنید در حد شمال افریقا، کشورهایی که بیشتر سفر میکنم مثل مراکش و اینها، دنیای عرب به طور کلی، به هیچ عنوان اینها خصومتی با ایران یا مردم ایران ندارن و میدونن دشمنشون رژیم، نه مردم. بنابراین میگم این رژیم همیشه جنگ‌های قومی یا جنگ‌های مذهبی رو پیش بکشه. ما مشکل سنی شیعه نداشتیم قبل از این داستان، همین حکومت باعث شده. ولی مردم ایران، یک کشور آزاد، اولین منفعتش ثبات و صلح و امنیت منطقه است. یعنی چی؟ یعنی روابط حسنه با همسایگانمون و اصلا این منطقه خودمون با شروع بکنیم. پر واضح است. از نظر اقتصادی هم مهمه، چون آخرش تمام اینها واسه این هست که مردم بتونن نون شب خودشون رو تأمین بکنن. درسته یا نه؟ درست، کاملا. خب اگر اونه، بیشترین سرمایه گذاری در بازسازی کشورمون از چه طریقی خواهد شد؟ من اعتقاد دارم که ایران کشوری باید باشه که بایستی در یک اقتصاد فرانفتی و نه کوپونی بتونیم در مملکت ما ارزش سازی بکنیم. درآمد نفت و گازمون بیشتر بره برای یک پشتوانه مادی، یا فرض بکنید برای پرداخت چه میدونم صندوق بازنشستگی یا بهداشت در مملکت، یا تغذیه و رایگان در مدارس و حتی تحصیلات رایگان به طور مثال. بیایم زمینه ای رو فراهم بکنیم برای سرمایه‌گذاری در کشورمون که آنن تولید کار میکنه. بیشترین پول دست کیاست؟ همین کشورهای منطقه. به موشک به هم دیگه بندازیم یا بیایم سرمایه‌گذاری بکنیم که در ایران کار و شغل به وجود بیاد، و یا تجارت که مردم بتونن در کشورهای دیگه سرمایه گذاری بکنن؟ این دیگه خیلی واضحه. بنابراین شما این مافیای حکومتی رو اگه بردارید، اگر این بساط عرشبت اختلاس و این مشکلی که در بطن این نظام فاسد هستش از بین ببرید، استانداردهای کامل بین المللی رو رعایت بکنید، قوانین بانکی رو بذارید، ایران داد میزنه برای این. ما نمیتونیم این رو در یه محیط دائم تشنج و دشمنی و دخالت در امور همسایگان بکنیم. برعکس، هرچی سریع تر این شرط به وجود بیاد، آنن این اتفاقات خواهد افتاد. من شکی در این ندارم. صحبتش هم کردم با خیلی از این کشورها، منتظر این فرصت هستم. بنابراین هرچی زودتر ما به این مقصد برسیم، خیلی زودتر جبران این خسارت ها خواهد شد و خیلی سریعتر روی قلتک خواهیم افتاد. شاهزاده عزیز، در اغلب صحبت‌هایی که با این کشورهای منطقه میشه، تمامشون خاطره گذشته رو، حالا اگه جوون هم اصلا از پدرشون شنیدن، اگر شیخ دبی هست پدرش شیخ راشد براش گفته، اگه اون یکی سعودیه پدرش برادرش گفته. یه نکته رو آدم دقت میکنه که همه اینا میگن یک ایران قوی و مقتدر در همسایگی ما باعث میشه ما با خیال راحت بخوابیم، چون یه بار که کمونیستا هاشون رسید به عمان، این ارتش مقتدر ایران بود که چند ماه در هم شکست اینا رو و منطقه رو از اون خواب روسا نجات داد. بنابراین آرزو میکنن در ایران یک رژیم باثبات و مقتدر باشه. و اینو من بگم، آقای عبدالرحمن راشد، یکی از نویسندگان روشنفکران بزرگ عرب سعودی هم هست، یه مقاله نوشته بود، نوشته بود ما هرگز نباید آرزوی تکه تکه شدن ایران رو بکنیم، آرزوی اقتدار ایران بکنیم زیر نظر یک نظام مردمگرای ملی. بنابراین اغلب روشنفکرها، آدم های حکومتی چنین آرزویی دارن و آرزو میکنم منم همینجور. تلاش های شما، تلاش های همه ایران خواهان، فرزندانمون در داخل ایران ما رو به این هدف مقدس برسونه. من اینقدر باز با شما حرف دارم، ولی
وقت ما دیگه به ما اجازه نمیده. واقعا سپاسگزارم ازتون. با این همه گرفتاری ها یک ساعت رو به ایران فردا دادید که اولین شخصی هم بودید وقتی با اومدیم. پیام شما برای ما دلپذیرترین و دلگرم کننده تر بود. اولین پیامی که به این تلویزیون داده شد و پخش شد پیام شما بود. سپاسگزارم ازتون شاهزاده رضا پهلوی. سپاس مجدد و درود به تمام مبارزینی که امروز در سرتاسر کشورمون ایستادگی دارن میکنن و جا داره که مجدداً تاکید بکنم که این بار از تمامی همیهنانمون به خصوص شهرهای مهم و علل خصوص تهرانی ها که حمایت خودتون رو از همیهنانتون نشون بدید. نترسید از این آینده. هرچه بیشتر مکس بکنید کار مشکل تر خواهد شد. امروز همگی باستی تکلیف خودشون رو نسبت به این مسئله روشن بکنن و برسیم به اون مرحله‌ای که در اون آینده هیچ کسی با نگرانی از در خونش نیاد بیرون، بلکه با اطمینان کامل و در آرامش کامل. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق شاهزاده رضا پهلوی که میهمان من بودن، همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.